چمن حضوری کابل که سایه وسیع از قالین فروشی های وطنی کابل ما و شما هست. حالا فعلا ما تقریبا 80% از تولیدات قالین وطنی از پشم وطنی خود ما استفاده میکنیم. هر از نقطه دنیا میخواییم در مدت 10 روز الا 15 روز برایشان برسانیم و بدون تکس فری. ازبکستان بودیم، شاید شما در رسانه ها دیده باشین، قالین افغانستان نمره اول به خود کسب کرد. یک تا بخر، دو تا ببر. اینی چیزایی است که یارا به فروش نماندیم یا کلش پکیج های توفه است. این قیمت شنه میگم چرایش باشه باز. دیزاین جدید است. قبلا قالین افغانستان به نام پاکستان صادر میشد، به نام ایران صادر میشد. حالا یک دانه قالینچی ما سلام، وقت بخیر بینندگان عزیز، پدرها و مادرها مهربانم، خواهرها و برادران نهایت عزیز و همزبانای گرامی که همیشه برنامه افغان ویزیس را برای تماشا انتخاب کرده. هر کجای دنیا زندگی میکنین، در هر کشور که هستین، انشاءالله زندگی سرشار از خوشبختی داشته باشین و از هر ثانیه زندگیتان لذت ببرین. بینندگان عزیز، منصور احمدی هستم و با یک گزارش دیگر از شهر کابل دوباره در خدمتتان قرار گرفتیم. هموطنان عزیز، طبق پیشنهادات شما که از ما درخواست کرده بودین، از نرخ قیمت‌های قالین وطنی در بازار کابل برای شما گزارش آماده بکنیم. به میمنوال ما هم خواستیم بیایم به چارایی جاده میوند یا هم نزدیک چمن حضوری کابل که سایه وسیع از قالین فروشی‌های وطنی کابل ما و شما هست. البته با یکی از قالین فروشی‌ها ما از قبل هماهنگ کردیم، قالین فروشی عزیزاده اندخویی که کارشان هم بیشتر قالین های وطنی خود ما و شما هست و قرار است که انشاءالله در این گزارش نوعیت های متفاوت، دیزاین های متفاوت و نرخ قالین وطنی را در بازارهای فعلی کابل برای شما عزیزان به تصویر بکشیم. امیدوار هستم تا آخرین دقایق بینده برنامه باشین و فراموش نکنین حتما یوتیوب چینل افغان ویزیت را سابسکرایب کرده پیشنهادات، انتقادات و نظرات نیکتان با ما در کامنت شریک بسازین تا ما هم بتونیم برنامه بهتر تقدیمتان بکنیم. پس زیاد پر حرفی نمیکنیم چون حرف و کلام زیاد است. دیزاینر قالین هم که فریمان است، نوعیت های متفاوت، ساخت های متفاوت از ولایت های متفاوت اینجا به بازار عرضه میشه. میریم داخل، از هر کدامش نرخ میگیریم، قیمتاش پرسان میکنیم و ببینیم که بازار قالین فعلا چطور است، بلخصوص قالین های وطنی در کشور ما و شما. بیاین که بریم خیلی داخل. سلام علیکم. السلام علیکم. خسته نباشین برادر. خوب هستین؟ صحتتون خوب است؟ صحتمند؟ چی حال دارین؟ بخیر هستین؟ ان شاء الله مزاحم نشدین. نه، خواهش میکنم. خوب هستین ان شاء الله. چطور هستین که آب هوای گرم کابل؟ والا آب هوای گرم کابل اونقدر گرمی نیست. گرمی سمت شمال برین بسیار هوای گرم است. فضل خدا خوب موسم است کابل. خدا خوشا نمی دو سه روز گذشته یک ذره آب هوا را شکستان. خداوند خوب باران شد. بسیار خوب طبیعت است. نفذ خداوند آب هوای سر تا سر کابل خوب آب هوا است. بدون شک بود کابل ما و شما نسبت به هر ولایت وقتش آب هوایش فرق میکنه. اسمتون چی است؟ یک بار خدا برای بیننده هم معرفی بکن گرچه ما و شما خوشناق داریم. نجیب الله یعقوبی هستم، یکی از قالین فروش های چمن حضوری و مسئول عمومی قالین فروشی عزاده. قربانتان سلامت باشین. اینجا دیگه ما که در آمدم چشمای من تو جرق و ورق کرد که رنگ و رنگ دیزاین های متفاوت قالین های وطنی خود ما و شما را میبینیم. واقعتش افتخار خیلی بزرگ است که صنایع دستی خود ما و شما مورد حمایت و تشویق قرار بگیره. خب از وضعیت بازار بگوین که فعلا
چطور است وضعیت بازارهای قالین وطنی ما و شما؟ گرچه صنایع دستی یک هنر فوق العاده کشور ما و شماست که شهرت جهانی خودش داره، فعلا در کابل چطور است وضعیت؟ وضعیت بازار قالین، کسایی که قالین وطنی را میشناسند، کسایی که قالین وطنی را استفاده میکنند، همیشه علاقمندش روز به روز افزوده میشه، روز به روز زیاد میشه. فضل خداوند خوب است، بازار داخلی هم داریم، بازار خارجی هم هست و بعض نمایش هم صادر میشه. دیگه قالین وطنی همیشه سربلند موفقیت، به خاطری که ساخت دست است، خالص پشم است و هر قدر ایره استفاده کنین همون قدر لذتش بیشتر میشه و همیشه بازار و خصوصا قالینای دست بافت وطنی همیشه موفق است. بدون شک هر چی نباشه صنایع وطن خود ما و شماست و از طرف دیگه زنایی که روی بافتش زحمت میکشن وقتش قابل قدر و قابل تحسین است. بریم خیلی داخل بریم که من بیشتر کنجکاو هستم که دیگه دیزاین های قالین های وطنی را ببینیم. این نام خدا دیزاین های زیاد است، بیشتر از کدام ولایت ما و شما قالین ها میاین؟ ساخت کدام ولایت ها هست بیشتر؟ قالین وطنی عموما در سمت شمال بافته میشه، خصوصا قالین وطنی در خود مزار شریف، در ولسواله های مزار شریف، بعدا میایم سر ولایت جاودجان که ولسواله هایی که مثال شامل حقچه است و دولت آباد و خمیاب و چیزا، بعدا میایم در ولایت فاریاب که ولسواله اندخوی، شیرین تگاب میمه و کوسیت میمنه، و باز میایم سر ولایت قندوز که در ولسوالش. عموما سر تا سر قالین افغانستان در سمت شمال بافته میشه و بیشترین تولید کننده قالین وطنی در خود مزار شریف است، زیادتر تولید میشه. بیشترین قالینایی که تولید میشه از مزار است. اینجا نام خدا دیزاین های متفاوت، نوعیت های متفاوت با گل ها و خلاصه هر چقدر تعریف بکنیم کم است. اینایی که اینجا هست اونجا هم فکر کنم گلیم هست و گلیم هست، گلیم های وطنی هست. باز قیمت های چطور است؟ خریدنش مشکل تمام میشه در عموم؟ خواهی یک ذره می ساخت وطن چون زحمت زیاد داره قیمتش بلند است، حالا قیمت ها چطور است نسبت به گذشته؟ بالا رفته یا پایین آمده؟ حال فعلا عموما قبلا ما پشما از بیرون از افغانستان می آمد، یعنی شامل پاکستان یا شامل ایران یا شامل بعضی کشورهای دیگه. حال عموما ما توجه ما و فوکس ما در پشم تولیدات وطنی خود افغانستان است. یعنی همیشه ما کوشش میکنیم. حال فعلا ما تقریبا 80% از تولیدات قالین وطنی از پشم وطنی خود ما استفاده میکنیم و پشم وطنی نسبت به پشم دیگرها کرده یک کمی که قیمتش بالاتر است. ما این قالینا را که میبینین اکثرت عموما از پشم وطنی خود ماست. قیمت ها خوب است، کسایی که میخرن میگن. ما همیشه کوشش میکنیم که بسیار من به یک مفاد بسیار جزئی، ما فرض مثال یک دونه قالین بفروشم، دیوازش دوباره در کارگاه من میمیانم، اما کارگرایی که قالین برای من میبافن، اما کارگرایی که قالین برای من تهیه میکنن و علاقمندی ما روی بیشتر از کارگرای خود هستم. یعنی هر قدر قالین وطنی را به قیمت بسیار ارزانتر برشان به فروش برسانم و خواستم همی است که کارگرای ما افزوده کنم روز مروز. بیشک این خودش یک نوع خدمت هم هست، چون امروز ما و شما میبینیم در جامعه ما و شما که چقدر بیکاری به اوج خود رسیده. این که یک شرکت باشه یا یک گروه باشه یا یک دکان باشه بتونه زمینه کار برای چند هموطن ما فراهم بسازه، اینمی فراتر از یک چیزی است که ما و شما تصور بکنیم. از کارگاه گفتیم، فکر کنم که حتما کارگاه خودتان دارین، قالینا را خودتان تولید میکنین یا مثل دیگه دکانا از دکان خریداری میکنین، جای دیگه خریداری میشه؟ آقا جان عزیز، ما در سمت شمال خصوصا در ولسوالی ها تقریبا بیشتر از 300-350 کارگاه داریم. در هر کارگاه تقریبا دو نفر دو مصروف است، یعنی عموما زنان افغانستان که قالین افغانستان را میبافند، مردان افغانستان که قالین وطنی را میبافند. یعنی همیشه کوشش ما همی است که روز مراز کارگاه خود را زیادتر کنیم و کسایی که قالین وطنی را میبافند روز براز میخواهیم که اما کارگرای خود را بیشتر کنیم، یک نفقه یک آزقه بر از وام شود. خدا نجرش نصیبتان بکنه. این نمی کار میگن هم ثواب است و هم خورما. خب زیاد پر حرفی نمیکنه، مطمئن هستم بینندام در انتظار عزیز که دیزاین های خاص خاصه برای ما نشان بتین. کدام دیزاین ها را برای ما معرفی میکنه؟ دیزاین ها را برای شما معرفی میکنم. اینی دیزاین که در زیر پای ما شما از این قالین خالص پشم است. یک دفعه ایسان جان بمورو بالا که یک شنگشه ای را که میبینین قالین خالص پشم است و از این ما تقریبا هر آن سایزش دوستا کار داشته باشن پیش ما موجود است، هر آن سایزش است و به 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 به
و این قالین از خود یک خاصیت فوق‌العاده بسیار خوبی داره. این از هر طرف هر رقم معلوم میشه. فرض مثال شما از اون طرف سعی کنین رنگش روشن معلوم میشه، از این طرف سعی کنین رنگش تاریک‌تر معلوم میشه. چون خاصیت پشم وطنی ما شما اینمی جلایش است، اینمی نرمی که داره. شما یک دفعه تست کنین چقدر نرم است و بافت از این را ببین. این را برام قالین یوسف بای میگن. دوستایی که بیرون از افغانستان هر ماه آردر میگیرن یا داخل افغانستان است، ما برشون تخفیف‌های ویژه مکمل داریم که برایشان ارائه میکنیم. تخفیف ویژه است. خیلی تخفیف ویژه را با جزئیات بگویند که چی تخفیف است، کسایی که علاقمند است تماس بگیرن. تخفیف ویژه ما ای است که بیرون از افغانستان دوستایی که از شرکت عزیزاده قالین خریداری میکنن، اولش ای است که ما قالین برایشان میتونیم از نگاه قیمت، کیفیت، جنسیت به گارانتی. و دوم بیرون از افغانستان کسایی که بر ما تماس میگیرن میگن که دی سر تا سر اروپا، آمریکا، استرالیا یا کانادا، ده هر از نقطه دنیا میخوایم در مدت 10 روز الی 15 روز برایشان برسانیم و بدون تکس فری برایشان برسیم. خدمات ارسال در به منزل رایگان هم هست. خدمات در به منزل در مدت 10 روز الی 15 روز مکمل پکیج است. صرف قیمت جنس می پردازن، دیگه مکمل پکیج در پشت خانه شان در مدت 10 روز الی 15 روز بدون کدام مصارف به پشت خانه شان می رسن. به 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 این دیگه کلان فرصت است برای کسایی که خارج از وطن زندگی می کنن و سرسخت علاقمند قالین های وطنی هستند. چون هرچی نباشه، هر چقدر که قالین وطنی ما و شما خارج از افغانستان صادر شود، به مو اندازه کسایی که در قسمت تولید و بافتش زحمت میکشن اونا مفاد میبینن و از طرف دیگه بالای شهرت قالین وطنی ما بیشتر افزوده میشه. 100% کاملا. ما یک بسته ویژه دیگه هم داریم. دوستایی که بیرون از افغانستان از ما قالین میگیرن، با وجودی که خدمات کارگوی رایگان داریم، یک پکیجی که خریداری کنن ما شامل جاینماز، جاینماز را که میبینین یا کلش توفایی است. توفه از بشک و شامل گلیم است. یک دانه گلیم چه بطه یسان جان؟ یعنی با خرید یک قالین یک جای نماز یک تا ببر، یعنی دو تا ببر. دو تا؟ یک تا بخر دو تا ببر. این یه چیزایی است که یا را به فروش نماندیم یا کلش پکیج های توفه ای است. این را میفهمین به خاطر چی میکنم؟ این را به خاطر تشویق دوستایی که بیرون از افغانستان هستند، به خاطر که صنعت افغانستان روز مروز رشد بکنه و کارگرایی که در افغانستان یعنی بر ما قالین میبافانند، هر قدر مزدش اضافه شوه و هر قدر کارگرای ما زیاد شوه، صرف به خاطر تشویق از وام میکنیم. قربانتان سلامت باشین. واقعا اقدام خیلی نیک است و این بیشتر باعث میشه که دوستایی که خارج از کشور هستن بیشتر علاقمندی به قالین ها و صنایع دستی وطنی خود ما و شما داشته باشن. ما که این برادر ما اول پرسی نکردیم. سلام علیک برادر، خوب هستین؟ خیر هستین انشاءالله. خوب هستین. قربانتان سلامت باشین. اسمتان بگین. اسم محمد احسان یعقوبی. احسان جان یعقوبی فکر کنم برادرام است. برادر بزرگم هستن. برادر بزرگ هستم. تو چهره خوب میخونه بگین. قربانتان. خوی قالین خوش شد. اینجا رنگ و رنگ دیزاین های متفاوت قالین است. ده یک دانه دیگه ما اکتفا نمی کنیم. برای شما کلن شای مختصر معرفی می کنم. نقطه هم خوش شد. اینی قالین هم می بینین چهار فصل نقشه می گن. اینی می قالین. از خیلی کم پایین بیاریم. این را سل کنین یک کلن یک دیزاینی نوی است. این چهار فصل است. امی چهار فصل در می قالین ما گنجانیدیم و دیزاین از یه بنام چهار فصل است. از این ما تقریبا چهار رنگش داریم. من برای شما یگان تا شب بعدا نشان میتم. از این رنگ سرخش است، رنگ کریمش است که این بر زیر پایتون، رنگ لاجوردی است و رنگ گوشتی از یک. از یک دیزاین چهار نوع رنگ. چهار نوع است. قیمت از این که ای جرم بیشتر دیدیم برای ما بگوین و از این هم قیمتش بگوین که این بینده بفهمن چند دست خواهی خوشان آمد قیمتش مناسب بود فورا آردر بدن. یک دانه قالین دو از زمتره برشان میتیم 800 دلار. 800 دلار دو ساعت تخفیف هم باز داریم و جنس بالاترینی که از پشم وطنی دستبافت افغانستان ساخته میشه و قیمت از یک از 800 دلار. از این که پیشتر دیدیم بله. 800 فصل 800 دلار است. 800 دلار و قیمت ها را باز هم تخفیف براشون میدیم. کوشش ما همی است که دوستایی که بیرون از افغانستان بر ما تماس میگیرن به یک امید ناامید نشن. بیشک. مقصد جنس از افغانستان بره به خارج از کشور. ما همی کوشش میکنیم که دستبافت افغانستان شهرت جهانی پیدا کنه. چرا یک دونه قالین قم ایران 10000 دلار قیمت داره؟ به خاطر که حمایتگر زیاد داره. قالین ازو شناخته شده. قالین ما فعلا تا حدود 50% شناخته شده.
جهانیان تا فعلا ندیدن. این ما میخواهیم از طریق شما، از طریق برنامه شما، از طریق رسانه های دنیا ما میخواهیم که همین صنعت افغانستان به جهانیان نشان داده شود، ببینن که قانون افغانستان همیشه چرا نمره اول میگیره. ما تقریبا یک هفته پیش در نمایشگاه ازبکستان بودیم، شاید شما در رسانه ها دیده باشین قانون افغانستان نمره اول به خود کسب کرد. یا در اروپا ها میشه نمایشگاه، هر جایی که قانون افغانستان در نمایش گذاشته میشه به خاطر که جنس خوبش است، کیفیت بسیار بالایی داره، قالین شهرت جهانی نمبر اول به خود کسب میکنه. بدون شک همین هر چیزی که زحمت بیشتر سرش شده باشه و کیفیتش خوبش باشه، بدون شک که جایگاه خودش پیدا میکنه. این قالینایی که قسمت مانده شده از اینا برام بگین. ببینین این قالین فولادی رنگ است. کسایی که میگه با میز، کاوچ میز یا عموما در کاوچ میزای سیاه یا کاوچ میزای جگری که باشه، بازی قالین بسیار مچ میکنه، ست میشه. این فولادی شم از رنگ سرخ شم از رنگ کریم شم از رنگ چهار مغزی شم از یک گل چهار. دیگه وقتی که کارگاهش باشه، هر چیزی که مشتری فرمایش بده دیگه خودش پس آماده میشه. یک تعداد دکانو که دیزاین متفاوت نمیتونن پیشکش بکنن، دلیلش اینه که خودشون تیار میخرن. دوستایی که بر ما میگن اینی قالین ما میخوایم بر ما بافت بدین، یا چهره آدم هم میخواین بر ما بافتین، به خاطر که من اونجا تولید کننده دارم، استادای ماهر قالین افغانستانی هست که میبافن و این مطمئن هستم هر آن چیزی که دوستا فرمایش میدن ما براشون آماده میسازیم. تصویر ارسال کنن قالین بگیرن، تصویر هم ارسال کنن قالین میگیرن، براشون وقت براشون معین میکنیم، چون این کار دست است و بسیار مدت کم وقت ما براشون قالیناشون تهیه میکنیم. روانتون سلامت باشین. سر این قسمت قالینا، این قسمت قالینا را که ببینین سری کنین، یه ظریف کاری شده. اینی میگله میبینین این رنگ کریمیش است، اینی گله میبینین اردش یک گل است، این رنگ سرخش است، اینی گله که میبینین رنگ پسته‌ای میگن شما. ما به خاطر بیننده هایی که یاک نگوین که از زاده لاپ پتاق میزنه، از این خاطر عرصه دیزاین در اینجا افزان کردیم، یعنی یا مطمئن باشن که از یک دیزاین چندین نوع رنگ ما براشون آماده میسازم. آماده میشه. فقط دیگه مهم است که فرمایش بیاید. یک دفعه چه رقم میدید؟ قالینا را یک دفعه ببینین که چقدر کیفیت از این نرمی از ایره که میبینین، این خالص پشم است. خالص پشم هیچ وجه خدا خراب نمیکن. از چند چیز قالینا نگاه کنن دیگه هیچ قالین مشکل نداره. فقط نسوزه و نسوزه، شیره چای چپه نکنن، بسیار شیره ای که بسیار غلیظ باشه و روغن باف. و قالین عموما توصیه میکنم که در خانه نشوین. قالینی که چرک میشه بسیار بک طریقه نرمی است که ما براشون یادآوری میکنیم. دوستایی که بیرون از افغانستان بر ما تماس میگیرن، ما براشون راهنمایی میکنیم که با اون راهنمایی پیش رفتن، خودشان که هست، بچه‌شان، نواسه‌شان، این قالین همراهشان همه باشه، هیچ وجه خراب نمیشه. دلیلی که قالینای وطنی شهرت دارم همی هست که سالهای سال استفاده میشه. یعنی فامیلای ما بعضیشون قالینای وطنی دارن. وقتی که قسم میکنن میگن که ای از پدر و پدر کلان برای ما میراث مانده و از اونام برای ما میراث میمونه. دلیلش این نیست که کیفیت فوق العاده خودش، کیفیت فوق العاده داره قالین وطنی، خصوصا دهی وقتا که از پشم وطنی خودم استفاده میشه خوب مطمئن می باشم. اینی می لازم مثلا از این اوا چپه می کنم فیصدی رنگ داد، ما از طریق برنامه شما میگم که هر قدر که جرم زبان میگه برشان ای رایه میکنم. سلامت باشین، تشکر. این هستم در قالین وطنی خود. بدون شک امی آدم که سر جنس خود حاکم باشد اگر باز چیز مانع شده نمیتونه. خب تخفیف ویژه هم دادین، گفتین هم که کسایی که خارج از کشور هست وانه یک جای نماز هم هدیه میگیرن و خدمات رسال هم رایگان است. خب پس یک شماره ارتباطی هم برشان بگوین که مستقیما با شما تماس بگیرن. اکثرا ما برنامه‌ای که چی از قالین باشه چی از چیزهای دیگه بوده باشه ثبت میکنیم، باز بیشتر مدیر دفتر ما به زحمت میشه، زنگ میایه، تماس میایه، باز شماره را او روان میکنه. چی خوب است شماره ارتباطی خودتان برتان. آقا جان عزیز بسیار زیاد تشکر کزی که آمدین قالین وطنی را حمایت میکنین. همین لحظه که شما گفتین شماره تلفن رو تا بگذار، یعنی یک احساس وطن دوستی خصوصا در صنایع دستی افغانستان، این یک همکاری بسیار خوبی است که شما بر ما ارائه میکنین. بسیار زیاد تشکر. شماره ارتباطی ما است 00937884473، 00937889
740 833 شماره تلفن ما است. دوستا بیرون از افغانستان که تماس میگیرن آنقدر براشان حمایت میکنم، قانون وطنی را براشان میرسانم. دیگه شکایت نمیخوایم که بر ما شکایت باشه و همیشه کوشش ما همی است که یک دانه قالین ارسال کردم، فردا بر ما آردره بتن که 10 دانه قالین بر ما ارسال کو و ایره براشان میگم که با خریداری یک پکیج قالین وطنی افغانستان همینقدر در خزانه امو فقیرایی که قالین وطنی را میوفن در خزانه از او واگذار میشه. گذار میشه. قربان تا سلامت باشین. از مدت بافتش بگوین، مثلا نمی قالین که اینجا هست چه مدت به خاطر بافتش زمان لازم است؟ این قالینا که مثال ما گرابش می کشیم، بعدا در کارگاه میمانیم و تار اندازی میشه. بعد از تار اندازی یک دانه قالین 6 متر مدت 2.5 ماه 3 ماه طول میکشه. یک دانه قالین 9 متر 5 ماه 5.5 ماه. یک دانه قالین 12 متر عموما 7 ماه باف میشه. فکر کنین یک قالین 12 متر را 7 ماه بسیار با یک موره های بسیار نازک ببینید. این گراب کشی است، این از این پشم است، پشما باز بعدن رنگ میشه، بعدن این تو گراب کشی میشه، بعدن میبافن، باز می پروسس قالین میشه، این تو آوار میشه و دوستا در اختیارشان قرار میگیره. بله. باز ایش سه ماه چهار ماهی که اینا زحمت میکشن، مزدشان ماشوار به شما برشان پرداخت میکنین یا از هر قالین برشان پرداخت میکنین؟ اینطور یک چیزی مسئله است که ما یک دهقانکار داریم در مرسه قالین، یعنی عموما که قالین ها را جمع میکنن از قشلاق ها، باز یا بر ما میگن که از این قشلاق اینقدر قالین تهیه شده. ما مثلا یک قالینه برای اما دوستایی که قالینه برای ما میبافنن ما برشان پشم میدیم، اما پشم بگی سان جان هرمونجا است، پشم برشان آماده میسازیم، برشان میدیم، باز میفهم که قالین در مدت چند ماه باف میشه و ایره در متر بس برشان پیسه میدیم، در متر. بله، اینی پشم خالص وطنی است کلن که میبینین، کلن پشم است، یعنی خودتان ببینین، نه تار گرد داره، نه پلاستیک گرد داره، نه یک چیزی گرد داره، کلن خالص پشم وطنی است. و شعار ما همی است که همیشه دیگه دوستایی که قالین وطنی را میبافانن همیشه از تولیدات وطنی خود استفاده کنن، هم مفادش به خود افغانستان میرسه و از کیفیت خود از این برخوردار میشن. صنعت وطن، افتخار وطن. بله. و دیس خوب صنعتی هم ما و شما داریم، صنعتی هم داریم که همیشه انسان ها را تبخوش میسازه. خودتان ببینین هر دیزاین در فکرتان یک انگیزه خوب میده. صبح که از خواب میخیزین یک پیاله چای داغ میخورین، دم قالین وطنی شسته یک چای و نان که بخورین چقدر لذت میبرین. دیگه چیز است. و همیشه دوستا از قالین وطنی حمایت کنن. قالین فروشی عزیزاده در خدمتشان است تا آن قدری که هست. ما انشالله همیشه کوشش میکنیم یک چیز خوبتر بهتر به قیمت خوب برشان ایره. سلامت باشین. او قسمتم چند دیزاین است که توجه مرا برای خودش جذب کرده. دیزاین میبینین دیزاین هفت رنگ است. ما از یا سیتای مکمل داریم، یعنی از این ما از 18 متر 24 متر تا 1 متریش داریم. 1 متر، 3 متر، 6 متر، 9 متر، 12 متر، 15، 18، 20، 24 یا سیتای مکمل می باشه. باش که ما این طرف بیم. این رنگ آل فعلا دیدین نی؟ چقدر رنگش تاریکتر از طرف ما تاریکتر مال میشه. اینا رو ما شما یک دور می خوریم. یک دور بخوریم. هم در این طرف بیاییم ما شما ببینیم. اینا رو ببینیم. خودتان سعی کنیم. حالا بار اول است که به این رقمش هم میبینم. از اون طرف جگری تاریک دیگه، شاید من در رنگ یک ذره اشتباه بکنم، ولی اون طرف جگری تاریک بود، این طرف اونمور جلایشش بیشتر به طرف کریمی رفته، یعنی روشن‌تر شده. این قالین های سیت مکمل است. یگان دوستای دیگه که میگن قالین های سرخ بر ما باید باشه، این قالین سرخی است. قالین های سرخی است. این در خمیاب بافته میشه، در ولسوالی خمیاب ولایت جوزجان. از این هم هر نوع دیزاین، گل، رنگ، از این ما سه نوع رنگش داریم. این رنگی سرخش است، رنگ کریمیشه که اون در بالا هوار است، در بالای دکان، و رنگی اینی رنگش. این رنگ چه میگین شما؟
بوره دیگه سبز میگیم. این رنگ درختی است، رنگ سبز است. از یک دیزاین ما همیشه از هر دیزاینی که ما دیزاین میکشیم و کوشش میکنیم که از این دیزاین باید ما چندین رنگ برای دوستا پیشکش کنیم. چون علایق همگی فرق میکنه که سبز و زره کریمی و که هم سرخ. آقا جان یک چیز برای شما میگیم، همه دیزاینی که بار اول کشیده میشه این دا آسانی به دست نمیآید. چقدر روی از فکر میشه، چقدر روی از کار میشه تا یک دیزاین وطنی دستباب که در قالین افغانستان استفاده میشه چقدر استفاده میشه. حالا بعضی قالینا رو میبینین در قالینای ماشینی یا ترکی، یک دونه قالین وطنی که 10 ماه باب میشه، یک دونه قالین ایرانی یا ماشینی که ترکی که میاد در ضرب یک ساعت چندین دونه رو برای شما تولید میکنه. کیفیت از این خوب تر است، کیفیت از اون خوب تر است. معلوم دار است چیزی که زحمت بیشتر سرش کشیده شده اونم مو ارزش و کیفیتش هم بالاست. بس قالینای وطنی، دستبافت وطنی دیگه هر چقدر ما تعریف بکنیم کم است. اونایی که خارج از کشور هستن، اونایی که استفاده کردن، اونا خودشون ارزشش رو بیشتر میفهمن. ان شاء الله ان شاء الله میامین الان رقمی سر یک دون دیزاینای دیگه میامین سر دیزاین دیگه. این قالین فرمایشی است برای دوستا، فرمایش گرفتیم و ایرا یک نقشه بسیار نوی است و یکان مهارت ها دیگه هم کردیم که اینت گفتن که شلمیش چرک نشه و اینت سر شلمه را برشان پود کردیم. یک مهارت بسیار فوق‌العاده ای است که از روی دست خیلی امسله کار داره. امی در عموم بافت قالین یعنی 6 ماه 4 ماه 3 ماه دیگه صد آفرین به حوصله اونمو زنای وطن ما که کار میکنن و این کار ساده هم نیست. صبر و حوصله ای که زنای افغانستان ما و شما داره هیچ کشور دیگه نداره. اگر می داشت این رقم صنعت اونها هم می داشت. همینطور گپ است. و اینی دیزاین تقریبا دیزاینی است که ما 3 ماه میشه دیزاین ما کشیدیم، تا فعلا صادرات هم نکردیم. اولین دفعه است که شما میبینین و اینم به نام مملوک نقشه میگن. بسیار یک دیزاین عالی است. این سایز 12 مترش است، اون سایز 9 مترش است. این دیزاین 2024 بگیم براتون. دیزاین اپدیت است. اپدیت جدید. ورژن جدید. یک دیزاین کاملا ای قالین خودتون یک دفعه نرم بودنش دیگه و راحت بودنش دیگه لازم نیست که ما گپ بزنیم. تمام قالینای وطنی هم رقم است. قالینا را که ببینید چقدر میده است. و پشم قالین اصل کنید. وقتی که پشم خوبی نباشه یکقدر نرمی احساس نمی. خودتان راست صداقت بگوین چگونه قالینی است. ای دیگه فقط سرش که سرعت هم بکنی، نه به توشک ضرورت از نه به تخ ضرورت. یکم فرشو هست، قالینو هست، وقتش همین سرش که را میری آدم اذیت میکنم. چی برسه که سرش آدم خود بندازه یا سرعت بکنه. ولی قالین وطن آنها بو قدم زدن، شوشتن و سرعت کردن هم سرش چیزی که طبیعتی باشه، چیزی که طبیعی باشه، طبعا و طبیعی یک فایدمند داره. دوستایی که میگن که ما همیشه بعضها خصوصا کسایی که سندشان بالا باشه میگن پایم درد میکنه، کمرم درد میکنه، دیگه است. واره که من حتما میفهم که از قالینای ماشینی استفاده میکنه. همیشه برای از وا توصیه کردم پول هم نداشتین خیر است. ولی که از قالین وطنی استفاده کنین، بعدا در مدت 1 ماه 2 ماه بعد میفهمین که این چقدر بر شما تاثیرات داشته. به فکر حتی در حافظه انسان ها دانشمندان ها را تحقیق کنن، در حافظه انسان یک قالین وطنی تاثیرات مثبتی داره. خب این قف پای ما و شما از تمام بدن شریان ها رفته. بله. اسمش هم. در جای نامناسب امیگه. قرار بگیری و هم دوامدار باشه بیدن بله. شکل تاثیرات هم استفادش هم میداشته. خب قسمت و اینی دیزاین ها را قبلا اونجا هم دیدین و اینی دیزاین یک گل و شاهی نقشه و مملوک نقشه میگن. دیزاین نوی است. از این ما تقریبا چندین نوع رنگ ها داریم. رنگ فولادیش است، رنگ لاجوردیش است، رنگ کریمیش است، رنگ سرخش است. دیزاینی است که یک طبعا کسی قالین وطنی را میخرن بگن برای ما که پیام بتن هیچ وقت نمیگن که قالینایت خوشم نامد، چون هر کدام از ایره ما میخوایم سال به سال اپدیت کنم و سال به سال میخوایم که قالینای وطنی ما روزانه رشد بیشتری داشته باشه، که به خاطر که دوستا حمایت میکنن ما نمیخوایم که یک دیزاین همیشه بانیم. هر چند وقت، هر 6 ماه، هر 1 سال چندین نوع دیزاین ها را ما
به وجود کرده میدین اونا مو نظر به بازار و دیزاین های جدید، چون جامعه ما و شما هر روز تغییر است، چیزهای جدید، دیزاین های جدید میاد. چه خوب است که صنایع دستی ما و شما هم هر روز عبده چه همیگه پس این دیزاین سرخی است. بعضی دوستا اگه قلنای سرخی کار داشته باشن یا قلنای سرخ است و اینی طرف ها را که میبینین کلش گلیم است، گلیم است. بعض دوستایی که بیرون از افغانستان دیگان سیاحت که میرن، یکان جای چکری که میرن، یک دانه گلیم قایده ازی تقریبا یک دانه قالین 4 متری ازی 2.5 کیلو وزن داره، 2.5 کیلو 3 کیلو وزن داره. این را همراه خود ببرن، هم لذت میبرن، هم کیفیت میکنن، اما طبیعتشان همون دم جایی که طبیعی که نان میخورن طبیعتشان آسوده میشه. و دیزاین های چندان و دیزاین، ما اگر دیزاین ها را برای شما گفته برم شاید برنامه تان تا شام خلاص نشه. بیشتر از 290 دیزاین که فعلا در دکان دارین، یک چندان و دیزاین هایی که نو بمیان آوردیم ایجاد کردیم، اون ما را برای شما نشان میتم شما ببینیم. خاص‌ترینش میگم مشک نمونه خروار است. بله اون چند دیزاین خاصه که برای ما نشان بتین دیگه همه چیز است. این دیزاین نوی است، ایره به نام یک تقریبا 11 رنگ مختلف کار شده. این قالین نو آمده، تا فعلا این چیز هم نشده، جدا هم نشده. سعی کنین این دو دانه قالین هست، باز یه از بین جدا میشه. 4 دانه را ما در یک کارگانه بافت کردیم، یک دیزاین کاملا نو است. 11 رنگ مختلف در این کار کردیم، 11 رنگ. این نقشه را ببینین، این را به نام چی رنگ میگین شما؟ پسته‌ای میگین؟ رنگ پسته‌ای است که یک رنگ بسیار کاملا نو، یک دیزاین شیک است. خلاص دیگه دوستایی که میخواین امو سالونشان یا اتاقشان یا هم دفترشان مفشن شود، اگر زیرمی دیزاین های قالین های وطنی استفاده بکنن. ایرم 4 فصل نقشه میگن. قیمت از این در بازار افغانستان شاید بیشتر از 1000 دلار باشه، ما برای شما تخفیف برشان میتیم در 800 دلار با یک پکیج رایگان، با خدمات کارگیری رایگان، با تکس فری به پشت خانشان میرسانیم. خلاص دیگه، شاید ارسالش به کشور خارجی اروپایی حداقلش 150 دلار 200 دلار هزینه 200-250 دلار مصرف میخوره، کم از کم 200 یورو که تنها تکس میگیره از اروپا. باز اینال یک موضوع دیگه هم هست، چطور که قدر ارزانتر، یعنی چطور امکان داره که شما هزینه ترانسپورتش هم بتین و تکسش هم پرداخت بکنین و باز هم یک چیز مفاد برای شما و برای کسایی که تولید میکنن بانه؟ اکا جان عزیز، ما قبلا برای شما ارائه کردیم، ما نمیخوایم 5 کلک خود به زبان بگیریم. ما کوشش ما همی است که تولیدات وطنی ما شما بر سر تا سر جهان شناخته شود و عموما دیدگاه ما همی است که هر قدر فروشات ما بیشتر تر بسازیم، اما قدر کارگرای خود افزوده کنیم. ما یک دانه قالین نمیخوایم بفروشیم، ما ده قالین 50 دلار مفاد کنم، روزانه ما میخوایم 10 قالین فروشات داشته باشیم. 10 قالین 50 را ضرب بزنیم 500 دلار میشه. ما یک قالین بفروشم 200 دلار مفاد نمیخوایم، ما 10 قالین میخوایم که 10 قالین 500 دلار برام شود. اما قدر کسایی که قالین میخرن برای از و هم تخفیف وجه شود، بتونن استفاده کنن، بتونن خریداری کنن، اما قدر کارگرای ما کارش کار افزوده شود. کارگرای ما میخوایم که روز به روز افزوده شود و کار کنه و بر ما قالین بفروشه و ما به فروش برسانم. اینی دیدگاه ما است و به هر قالین فروشایی که بیرون از داخل افغانستان هستند، دیدگاه ما همه است که از دیدگاه شریک بکشن و قالین افغانستان به جهانیان معلوم کنن. همیشه توقعشان به مفاد و به جیب نباشه، همیشه توقعشان این باشه که صنعت افغانستان به جهانیان نشان بدین و همه قدر کارگرهای خود روز افزون کنن، کارگرهای خود بیشتر کنن. افغانستان در یک حالت نیست که مشکلات مکملشان حل شده باشه. مشکلات هست در افغانستان، کار بسیار ضعیف است، وضعیت اقتصادی کمک مشکلی جا شده. ما دست شما را میگیرم، شما دست کسی را دیگر را میگیرین. امیر رقم یک زنجیره زندگی افغانستان
با شمال افغانستان، با شمال مردم افغانستان ایرما و ایجاد برسانیم که یک کار شوه، ام مفاد شما شوه، ام مفاد ما شوه، ام مفادی که قالینا را میبافند برازوا شوه، ام کسایی که خریداری میکنن برازوا هم شوه. قربانتون خدا نجوشو نصیب بکنه. فکر کنم همیشه بخور. یک شعار است. اونجا دیگه دیزاین هم هست که دیگه دیزاین های زیاد هست. اینه ببینید. خیلی خاص مونده. قالین ساده نیست. قالینی که دیزاین ساده باشه او ساده نیست. یکی قدر دیزاین مغلق و پیچیده در خودش داشته باشه با این قدر ظریف‌کاری دیگه حیف است که ما و شما از این دیزاین‌ها از این قالین‌ها استفاده نکنیم. قیمت ازش چند است؟ از اون که پیشا روار شد چند است؟ قیمت ازش 900 دلار است، قیمت ازش 7500 دلار است، قیمت ازی 800 دلار است. این یکی از تلفن‌هاست. مقصد قیمت ها را که ما همونطور فاینل برایشان گفتیم، قیمت ها را بسیار با تخفیف گفتیم و کیفیت ها را من خودتان دیدین و بعض قالین فروش ها شکایت نکنین که قالین فروشی هم با خدمات کارگو، با خدمات تکسفیدی و بسیار به قیمت ارزان چرا به فروش می رسانه. شعاری که نو برای شما گفتیم اونو شعار است، اونو دیدگاهیم است. قربانتان سلامت باشین. امیدوار هستم که دیگر را هم در این قسمت توجه بکنن، جنس با مفایده ای که لازم هست باید گرفته شود تا بازار قالین در جامعه جهانی از قالین های وطن ما و شما بیشتر شود. چون هر چقدر در هر اتاق، در هر خانه ای که در خارج از افغانستان قالین باشه، با مو اندازه بالای شهرت و محبوبیت قالین های وطنی افزوده میشه. 100% این دیزاین ها را ببینیم و اینی قالین همیشه زیادتر وقت ما از این قالین زیادتر فروش می رسانم، چون این رنگی است به پرده خود، به دیکور خود، به کاوچ، میز، به هر چیزی قالین می خونه. هر کدامش یک رنگ خاصیت خود داره، ولی قالین ها را که شما می بینید که من دیزاین ها را انداختم کلش از یک دیگه خود بالا مقبول تر است. این می قالین ها را که انداختم از این هر سایزی که دوستا میگن ما داریم، هر آن سایزی که خواستن. کافیست که درخواست بتن. درخواست بتن، بله. و یک چند دانه قالین های کلان متر است، همه را هم برشتان پرتیم. یک دیزاین های نو نوی است، وارم ببینین. شما هم خسته شدین؟ نه، خواهش میکنم. مشکل نیست، وقتش ما لذت میبرم وقتی که میبینم تولیدهای وطن خود ما و شما را، شهکارهای زنای وطن خود ما را میبینیم، افتخار میکنیم و خوشحال میشیم که از این هم بیشتر شود دیزاین های جدید، شهرتش، محبوبیتش. و از حکومت امارت اسلامی هم تقاضا را داریم که زمینه صادرات این قالین های وطنی را بر هر کشور اروپایی و آسیایی مساعد بسازن و تا تجارا را تشویق بکنن که بیان در این قسمت سرمایه گذاری بکنن، چون پیشرفت صنایع دستی وطن پیشرفت اونمو اعتبار و جایگاه زنای خود کشور ما شما. یک چیز بر شما میگم، امین، بعد از آمدن امارات اسلامی ما یک دیدگاه دیگه ای داشتیم. وقتی که عمل از یارا میفهمیم، عمل از یارا حال میبینیم، خصوصا در صنعت افغانستان یا بسیار کارهای بسیار فوق العاده را انجام دادن. قبلا قالین افغانستان به نام پاکستان صادر میشد، به نام ایران صادر میشد. حال یک دانه قالینچی ما بدون گمرک صادر نمیشه و قالین افغانستان به نام افغانستان در سر تا سر جهان صادرات میشه. ما خودم هفته یک تن یا بیشتر از یک تن قالین ما صادر میکنیم. قالین، میوه خشک، لباس و خصوصا زعفران، من این کارا را هم پیش میبرم، برای دوستا صادر میکنم، به نام افغانستان صادر میشه و گمره کلی چیزاش به نام افغانستان صادر میشه. این یک گپ ساده نیست، یک حمایتگر کار داره. طبعا از ما حمایت کردن. نمایشگاه ها هر یک ماه، دو ماه بعد یک نمایشگاه بین المللی وجود داره. قالین افغانستان به جهانیان نشان داده میشه. یک حمایتگر کار داره که از این قالین افغانی حمایت میکنن که تا این مرحله ما شما رسیدیم و کوشش شما هم همی است که روز مروز بیشتر شود. یک دونه قالین 12 متر 30 کیلو وزن نداره. ببین. یاور کنین دیزاینش. دیزاین. این دیزاین پایینه که دیدین، این دیزاین دیگه رو ببینین. چطور یک دیزاین فوق العاده است. طبعا خوش شما شاید چقدر زیاد آماده باشید این قالینا. حتش سخت علاقمند شدیم و حتما یک دانه باید بگیریم. بگیرین بخیر. این را سلی کنیم. این را شما از این طرف مکمل بیاین یک دفعه ببینین که این قالین از خود چقدر یک روخ زیبایی داره. از دیزاینش
نویتاش، کیفیتش دیگه لازم نیست ما تعریف بکنیم. امی قالین وطنی را نباید اصلا ما شما تعریف بکنیم، نامش در سرش ماندگی است. میگه پس انشال قیمتش چند باشه؟ ایره قیمتش نمیگم، چرایش باشه باز. دیزاین های جدید است، دیزاین های جدید است، به خاطر که ما تا فعلا سر از قیمت نگذاشتیم و دیزاین نو ما رنگش کشیدیم. انشالله دوستا که بیرون از افغانستان برای ما تماس میگیرن 100% برایشان تخفیف بوجه دارم. ما رد میشه کافی است که علاقمند باشن، حتما قالین به دست نبرن. حتما اینی قالین چوبری است، رنگ های کریم در این زیادتر کار شده و در پالی رنگ های کریم یکان رنگ هایی که میبینین، رنگ های گوشتی، رنگ های پیازی، رنگ های فولادی، خصوصا 11 رنگ های مختلف در این کار شده. نمو خدا دیزاینش من زیاد که چی میشم سر نمی ظریفکاری زنای افغانستان و شماست. چقدر امی آشای قالینه سری کنین، این گلای قالینه سری کنین که یک دانه گل با هم تفاوت خاص نداره. و این را سری کنین، این کیفیت قالینه. دیزاین زیاد است، ما برای شما چند دانهش به تصویر گفتیم که ببکشین که چند نمونه های خاص هست و دیزاین که کلن دیزاین های زیاد است و هر قدر ایره دیده برین قالین مثل یک فیروزه واری است. یک دانهش که دیدین زوقتان دیگه میگه دیگیشه ببینیم. ما چند روز پیش یک مشتری آمده بود گفت یک دانه قالین چی سه متره کار دارم، در میخوایم در پالی تخت میز ایروار کنم. برایشان انداختم چند دانه را، گفتن بعضی کلانش هم هست، باور کنین که شاید در حدود 2300 دانه قالین گرفتن. میگن هر قدرش دیده رفتم دلم کنده نشد از پیشش. اما ما قالین هایشان هم ارسال کردیم در استرالیا، فضل خداوند امشب رسید دیگه. دوستا همیشه حلاقمند ها روزمره زیادتر میشه، امی شاید یک اخلاص ما باشه یا یک فکری که وام میکنن در او فکرشان ما اگه شامل شده باشم. حال فعلا این دکان ما را که میبینین کلی قالین های کلان سایز است که از 5 متر تا 9 متر این تای دکان داریم و اگر خواستین دکان بیرونم اگر در تصویر میکشین اونجا کلی قالین های 6 متر است، تقریبا 2 درسه مکمل قالین های 6 متر. این رنگ هایی که در او کار نشده باشه و دوستا نخواسته باشن که در او رنگا در او کار کردیم. پس میریم تبی جان وقت داریم دیگه؟ ایش دکانه هاش بتمانه؟ میریم خیلی او طرف هم چند تصویر از قالونه که در او قسمت هم هست میداشته باشیم. این یا گلیم هست، بعض دوستایی که گلیم کار داشته باشن، گلیم هایی هست که بسیار سبک، نازک و هر آن سایزی که کار داشته باشن شن اینجا هست دیگه. این گلیم ها اونقدر نازک است که یک دانه 12 مترش شاید بیشتر از 15 کیلو وزن نداره. و هی هم مکمل خالص پشم است. ایره در او بانین شو صبح که پس دوباره بکشین یک دانه رنگ از این همراه از رنگش تغییر کرد، ما جرم زبان برشان میدونم به خاطر که کلیما خالص از پشم طبیعی وطنی ساخته شده و رنگای کلش گیاهی است. ما در قالین‌های وطنی همیشه از رنگای مصنوعی استفاده نمی‌کنیم، چون رنگ مصنوعی آب سرش ریخت رنگ تغییرات می‌آید و هنمی لحظه اگر خود دوستا بخواین، اگر شما خواستین هنمی لحظه از مسیر اندازم قالین هوا میندازم تستش می‌کنم، فیصدی اگر رنگش تغییر کرد جرم زبان برشون میده. دیگه ما سر زبانتان اعتماد داریم، باز اگر او رقم هم شده باشه دیگه بیننده خودش میفهمن چی کار بکنن. برای شما شکایت کنن، شکایتشان پیش روی چه. ما نمیخوایم که دوستا شکایت از قالین‌های وطنی یا از قالین‌های دستباف افغانستان خصوصا از شرکت از زاده داشته باشن. همیشه تشویقشان هم میخواییم، همیشه حمایتشان هم میخواییم. اگر دوستا میخواین که حمایت کنن به شماره تلفن خود باز اگر خواستین تکرار میکنم 0093-788-400-473 تماس بگیرن قالین از ما ببرن. سلامت باشین. بوز یک موضوع هم هست که نمی صنایع وطن وقتی که خارج از وطن میره به نام یک شرکت دیگه تعلق نداره، بلکه نمایندگی از
خود افغانستان میکنه. و اگر در قالین وطن، در صنایع وطن کسی اشتباهی بکنه یا ای که بخواید جان بزنن یا جنس خراب ارسال بکنن، نام بدگیشتن و به شرکت نیست، برای فروشنده نیست، بلکه نام افغانستان و ما و شما لکدار میشه. و چه خوب است که ما وقتی که به نمایندگی از وطن خود جنسی را خارج از وطن میبریم، بهترینش باید ارسال شود تا اونمو شهرتی که داریم بیشتر شود و کمتر نی. بریم خیلی در دکان دیگه هم که از قسمت هم تصویر داشته باشه. آها، این دکان دیگه درب ورودیش بر بیرون هم هست، مشتریار هم بیشتر برای خود جذب کنه. اینجا گفتین بیشتر کلش شش متر است. اینی اینی قطارا را میبینین کلش قالنای جوره جوره است و از این طرف میاین هم کلانی که میبینین قالنای 6 متر است. اینجا معلوم میشه اینا چند دانه این دوزانه باید یکی باشه، از دوزانه یکی از یک قالین 5 تا خواسته باشن. مثلا فرض مثلا ایتو دیزاین های داریم که میگن بسته مکمل خانیم یک رنگ شد، سرانداز رنر میگن برای دالیز سر آده فعلا در توشک و قدر قالین وطنی نمیندازن و زیادتر در دالیز میندازن. و پالی کاوچ میز نان خوری یا مثال پالی تخت خواب، قالین سالون، قالین و اتاق نشین من میخواین که کلن یک رنگ شوه، یک رنگ برشان داریم اکثرت قالنای ما. تعدادش بخواین دیگه چی تعداد میشه؟ وقتی که این کارگاه بوده همه چیز به دست خود آدم است، فرمایش میتی و هم آدم میشه. و دکان خود وجود هم داره، در کارگاه ما هست، در کارخانه ما هست، در گدام هست و دوستایی که خواستن اکثرتش موجود است. اگر موجود نباشه از پیشان تایم میگیریم، بهمون تایم برشان به شکل بسیار چیز آماده میسازیم. قربانتان، سلامت باشین. واقعا خیلی خوشحال شدیم، امیدوار هستم که بیننده‌های عزیزم از برنامه هم لذت برده باشن، قالینا رو هم خوش کرده باشن، مانا خوشان که آمده باشه. شما رو هم برادر ما گفت مستقیما با خودشان تماس برقرار بکنین و جنستان هم دریافت بکنین. خب وقت برنامه به اتمام است، نظر به دیگه برنامه ما معمولا گزارش های شهری ما را یا گزارش های معمولی 30 دقیقه ثبت میشه، ولی اینجا قدر در قصه گرم آمدیم، در دیزاین های قالین گرم آمدیم که 45 دقیقه برنامه ثبت شد، ولی ارزش داره. یعنی سر صنایع وطن هر چقدر که بیشتر ما حمایت بکنیم دیگرها حمایت بکنن بازم کم است، بی جای نیست. اونمو حمایت های ما و شما باعث سربلندی کشور ما و شما میشه. دیگه پیامی داشته باشین، حرفی داشته باشین، کمره ما در خدمتتان است. پیام ما به خصوصا به افراد جوانای افغانستانی است که همیشه از تعلیم و تحصیل خود کم نمایی نکنن. تحصیل و تعلیم انسان بسیار به یک جایگاه بسیار خاص میرسانه، یک موضوع. دوم، همیشه کار را نگویند که کار نمیکنیم. کار یک عبادت، کار یک ورزش، کار یک مملکت میتونه به یک جایی برسانه. سوم موضوعی است که خصوصا به دولت ما، به امارات اسلامی افغانستان همیشه برشان گفتیم، از طریق رسانه ها باز میگم که به عرصه قالین و وطنی همیشه کوشش کنند که حمایت شود و نام افغانستان، سربلندی افغانستان همیشه کامگار باشه و نگذارند که قالین های بیرون از افغانستان که میاد داخل افغانستان جایگزین قالین وطنی ما شود. قالین وطنی قالین طبیعی است، قالینی است که همیشه نام افغانستان را سربلند میسازد. و دوستایی که بیرون از افغانستان میخواین قالین بخرن، با خریدار یک پکیج قالین وطنی همو امایه کسایی که قالین افغانستان میبافن، با مو افراد مسکین طبقی که بسیار یک به یک حالت فقر هست، با وای یک کمک یاری میشه. بدون شک، یعنی خرید هر قالین به این معنی نیست که مفادش به جیب کسایی که کاروبارش هم میکنن برسه. در اصل مفاد اصلی به دست کسایی میرسه که 6 ماه، 5 ماه یا حتی 1 سال سر یک قالین زحمت بکشن. شما میفهمید بافت قالین چقدر صبر و حوصله زیاد میخواد. حتما. قربانتان، سلامت باشین. بسیار زیاد خوش شدم از برنامه‌تان، از حمایتتان.
این قالین افغانستان را حمایه میکنین، این قالین افغانستان را میخواین که به جهانیان برسانین، یک خدمت فوق العاده است. از شما زیاد خوش شدم، بسیار زیاد تشکر، بشک باشین، موفق باشین، بخیر باشین. خب بیننده عزیز، وقت برنامه به اتمام هست، ما منتظر هستیم با شما خداحافظی بکنیم. فراموش نکنین پیشنهادات، انتقادات، نظریات نیکتان همیشه با ما در کامنت شریک بسازین تا ما هم بتونیم برنامه بهتر طبق میل خودتان براتان آماده بکنیم. تا گزارش بعد که بنده دوباره در خدمتتان قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا و یگانه میسپارم. بدرود. تا دیدار بعد.